از علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای سرداری سلام و عرض ادب. جناب آقای سرداری، چین همواره کار اجباری، شکنجه و بازداشت مسلمانان اویغور را انکار میکنه و سند و مدرک مهمی هم در دست نهادهای حقوق بشری دنیا علیه چین نیست. آیا این آزمایش‌های بالینی در به دام انداختن چین و جمع‌آوری سند بر علیه آنها مؤثره؟ بفرمایید. با سلام به خدمت شما و بینندگان و شنوندگان شما. ممنونم. اکنون مثلا مسئله فلسطین و اسرائیل به شدت ادامه داره. آمریکا احتمالاً این مسئله رو بررسی پیش چشیده که بتونه چین در رابطه با فلسطین ساکت کنه. یعنی خدمت شما، چین به هیچ کس اجازه نمیده تا دیدار کند یا فیلم برداری بکنه یا تماس بگیرد، تماس برقرار کند. همینطور در رابطه با تبتی ها این کار کرد. یعنی چند سال پیش رهبر تبتی ها هر تو اروپا بود، آمریکا بود، علیه چین صحبت میکرد، ولی الان چندین سال دیگه اصلا اثری از اون نیست. چین توانمند، قدرتمند، به اینا فشار میاره، اینا در مقابلش به اصطلاح کوتا میان. آمریکا این مسئله احتمالا طرح کرده که مصر چین رو در رابطه با اسرائیل ساکت کند، نیاد جلو، نرد پشت فلسطینی ها، این مسئله رو تقویت کند، گامی علیه آمریکا و اسرائیل برداشت کنه. یه مدتی پیش یکی از خانواده های الگور از چین اومده بود به پاریس. من با اینا دیدار کردم، صحبت کردم، گفتم وضعتون چطوره؟ گفت به همون وضع ادامه دارد، هم اردوگاه های اجباری، هم به شکنجه، هم به صلاح جلوگیری از وجودان نسل، همه اینا ادامه دارد. و ایشان گفت که متاسفانه کشورهای اسلامی هم که همه ساکتن، کشورهای غربی هم که بدبستان دارن، آمریکا احتمالا این طرح مطرح کرد که بتوند در رابطه با فلسطین مسئله چین رو ساکت کنه. به نظر من اینطوری میرسه. من در خدمت شما. ممنونم از همراهیتون. با تشکر از علی سرداری، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی از پاریس که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.